و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم توفیق داد امسال هم شب 19 ماه مبارک رمضان رو درک کنیم، یادی میکنیم از عزیزانی که امسال نیستند، سالهای قبل در بین ما بودند، از پدر و مادر شما، از کسانی که از بستگان شما از دنیا رفتند، شهدای عزیز، علما، شخصیت‌هایی که زیر خاک آرمیدند. انشاءالله امشب روحشون در اینجا حاضر باشه و سر سفره امیرالمومنین میهمان باشند. یادی میکنیم از امام عزیز، از شهید سلیمانی، از شهدایی که مدافع حرم، سلامت، امنیت، امر به معروف، عفاف، به انگیزه های مختلف جانشونو فدا کردند. شب 19 است، طلب شفا می کنیم برای بیماران. حتما بدانید در این ساعتی که شما اینجا نشستید، عده‌ای در بیمارستان، عده‌ای در منزل پای گیرنده ها چشم دوختن به این حرم. انشاءالله خداوند شفای عاجل، سلامتی، امنیت برای همشون فراهم کنه. همچنین دعا میکنیم برای مظلومین غزه، بیش از 30,000 شهید، هزاران کودک، زن، کسانی که با دهان روزه، با گرسنگی، با سختی دچار یک رژیم قاصب فرعونی، یک رژیم سفاک شدن و واقعا در تاریخ سابقه ندارد این طور جنایت در عرض 6 ماه، این همه آدم، این همه انسان، این همه خسارت. امشب دعا میکنیم برای مظلومان غزه. از خدا میخواهیم به برکت امام عدالت امیرالمومنین زوال دولت صهیونیست انشاءالله برسه و این ستمگران و این سفاکان انشاءالله نابود بشند. و امشب سلامی عرض میکنیم به پیشگاه ابا عبدالله که شب زیارتی قبر امام حسین است. و در آخر از خدا میخواهم انشاءالله هممون رو امشب ببخشد، بیامرزد و از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار دهد. برادران عزیز، خواهران گرامی، این شبهای فرصتی است برای تغییر، برای تحول، برای جبران، برای آشتی با خدا. بالاخره این جمعیت انبوهی که الان در این حرم جمع شدن، میلیون ها نفری که پای گیرنده ها این برنامه رو میبینن، هممون نیاز به یک تذکر داریم، نیاز به یک تحول داریم. ببینید آقایان عزیز، خواهران گرامی، در قرآن کریم بیماری های زیادی ذکر شده،
که مانع از ایمانه. یکیش کفره، یکی نفاقه، یکی فسقه، کافر، منافق، فاسق، اینا رو قرآن مذمت کرده. یکیش جهله. قرآن بارها می فرماید مثلا قوم موسی جاهل بودن، تجهلون، قوم لوط جاهل بودن. یکیش نسیان، فراموشی، ولا تکونوا کالذین نسوا الله. در میان این مرضها که حالا مرضهای اعتقادی و اخلاقی است، کفر، نفاق، فسق، جهل، نسیان، یکی از اینا از همه بدتره و ریشه همه این هاست و هممونم ممکنه بهش مبتلا باشیم، و اون غفلت. عجیب این غفلت. غفلت غیر از جهل، غیر از فراموشی است. غفلت یعنی بیخبری، بیتوجهی، بیدقتی. یه وقت یه راننده توی جاده گم میشه چون بلد نیست، این جاهله. یه وقت گم میشه چون فراموش کرده جاده رو، این ناسیه. یه وقت نه، بی توجه، حواسش جای دیگه است. پس غافل غیر از جاهله، غافل غیر از فراموشکاره. الغفلت و اضر الاعدا، خطرناکترین دشمنه. قرآن دیگه ببینید میفرماید لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خیلی ها جهنمی میشن. چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب داره، روح داره، اما فهم نداره. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم داره ولی نمیبینه. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش داره ولی نمیشنوه. اینجا رو دقت کنید، اولئک کالانعام بل هم اضل. الله اکبر. این انسان حیوانه؟ نه، از حیوان پستره. چرا بگیم حیوانه؟ حیوان که عقل نداره، این انسان عقل داره، پستره. چرا انسان اینطور میشه؟ اولئک هم الغافلون. غافلون، ببینید، غفلت. لذا بیش از 10 آیه تو قرآن که حالا بعضیاشو میخونم، ریشه گرفتاری ها رو غفلت میدونه. لا تکن من الغافلین، یکیش. اولئک هم الغافلون، این دوتا. ان کثیرا من الناس ان آیاتنا لغافلون. شما کلمه غافلون و غافلین و غفلت رو تو قرآن دنبال کنید، یعنی بیخبری، بیتوجهی. ساده بگم، خیلی نپیچونم بحث رو، یه وقتی آدم از مثلا عمر خودش غافله، بابا داره پیر میشه، هیچ تغییری نکرده، هیچ افزوده ای نداره، هی تقویم رفته جلو، 403، 402، 401، هی رفته جلو، اما این همون آدمه، هنوزم دروغ میگه، هنوزم شهوترانی میکنه، هنوزم نگاه میکنه به نامحرم، هنوزم مراعات نمیکنه. این غفلت از عمرشه، غفلت از استعداد. حافظه داره، وجدان داره، انرژی داره، جوونی داره، همینطور داره هدر میره. این مثل آبی که پشت سد نره و هرز بره. غفلت از، عرض میکنم که مرگ خیلی مهمه. قرآن میفرماید این یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. خیلی از مرگ غافلن، میبینن چقدر آدم میمیره. الان میگن 600 خورده تصادفات تو این 10-12 روز از دنیا رفت، یه زلزله میاد، یه سیل میاد، به طور طبیعی. غفلت از شیطان. بابا این دشمنه، این به شما میگه، خط میده، وسوسه میکنه، تزیین میده گناه رو، تحریک میکنه.
من دارم مواردشو میشمارم و ما غافلیم از عمرمون، از استعدادهامون، از انرژیمون، از قیامتمون، از دشمنی شیطان غافلیم. غافلیم از فرصت سوزی. بابا چقدر وقت داریم برای اینکه عبادت کنیم، خودمونو بالا ببریم، ارتقا بدیم؟ همینطور مشغولیم به خودمون، به زندگیمون. غفلت، غفلت، غفلت. ای وای. امام صادق علیه السلام، این روایت خیلی زیباست، امشب از من حفظ کنید، فرمودن سلمان میگفت. حالا سلمان ببینید خدا چه جایگاهی بهش داده که امام صادق علیه السلام این جمله رو از قول سلمان نقل میکنه. اشکالی هم نداره، کما اینکه خدا تو قرآن از قول لقمان یه چیزایی رو نقل میکنه. مگه نمیفرماید لقمان میگفت این کارو بکن، لقمان میگفت پسرم نماز بخون؟ میتونه یه آدم اینقدر خوب بشه؟ لقمان پیغمبر که نبوده. اینقدر خوب بشه یه آدمی که خدا کلامشو تو قرآن نقل کنه؟ آدمیزاد اینه، اینقدر رشد میکنه. آسیه مگر کیه؟ آسیه زن فرعونه، تازه تو خونه فرعونم بزرگ شده، سر سفره فرعونم نشست. اما خدا توی قرآن از قول آسیه جمله نقل میکنه. ضرب الله مثلا للذین آمنو، یکی از زنان مؤمن که الگو برای همه شماست آسیه است، از قالت، چون اینطور گفت. نگفتم حضرت پیامبر یا حضرت عیسی، و لقمان که پیغمبر نبوده، آسیه که یه زن معمولی است. امام صادق داره معمولی که عرض میکنم، منظورم غیر معصوم، و الا خب آسیه از زنان بهشتیه، شخص برگزیده است. اما خدا داره کلامش رو نقل میکنه تو قرآن. حبیب نجار مگه یک آدم مجاهد نیست؟ تو سوره یاسین خدا قولش رو داره نقل میکنه، جا من اقصى المدینه رجل، قولش رو نقل میکنه. حالا امام صادق دارد از سلمان نقل میکنه. ببینید میفرماید سلمان اینطور میگفت. البته ما که الان نقل میکنیم برای شما به منزله روایت امام صادق علیه السلام است. میگفت عجب تو به ست، من از شش چیز تعجب میکنم. سلمان، امام صادق فرمود، میفرمود من از شش چیز تعجب میکنم. سلاسون از حکتنی، سه چیزش منو به خنده میاره. و سلاسون ابکتنی، سه چیزش هم منو به گریه میاره. شش چیز تعجب آمیز برا من وجود داره، سه چیزش خنده آوره، سه چیزش گریه آور. اما اون چیزهایی که از حکتنی خنده میاره، به عبارت دیگر تعجب میاره، یک، فرمودن طالب و دنیا و الموت یطلبه. من تعجب میکنم، خندم میگیره از کسی که دنبال دنیا میدوه، مرگ داره دنبال این میدوه. این داره میزنه بگیره ببنده بخره بفروشه، خبر نداره که آقا مثلا چند روز دیگه از عمرش باقی نمونده. من از این آدم تعجب میکنم، طالب و دنیا و الموت یطلبه. جوانی بود زمان امام هادی، شوخی های ناپسندی میکرد. امام هادی بهش تذکر داد، فرمودن کارو انجام نده، درست نیست. گفت آقا حالا جوونیم، الان این حرفا رو نزنیم پس کی بزنیم؟ آقا فرمودن حالا که اینطور شد بذار بهت بگم، تو سه روز بیشتر از عمرت باقی نمونده. سر سه روزم از دنیا رفت. بله اینطوره، تعجب میکنم از کسی که دنبال دنیاست و مرگ دنباله. دو، فرمودن غافلون لیس به مقفول عنه، تعجب میکنم از کسی که غافله، یعنی حواسش نیست، بیخبره، اما دیگران از او غافل نیستند. مثال سادهش اینه، ممکنه شما یه جایی برید فکر کنید دوربین مخفی نیست یا دوربین نداره، یه کار ناپسندی انجام بدید، یه حرکات نادرستی، بعد فیلمشو برای شما میذارن، میگه اه من نمیدونستم، اگه میدونستم حواسمو جمع میکردم.
شما غافلی، ولی اون دوربین از شما غافل نیست. ممکنه من تو دنیا غافل باشم، اما خدا که میبینه، ملائکه که میبینن، زمین که فیلم میگیره، اعظام که شهادت میدن، روز قیامت یقوم الاشهاد، یک شاهد نداریم، اشهاد، خدا، پیامبر، ائمه، زمین، زمان، اعضای خودمون، از همه بدتر اعضای خودمون. سه چیز فرمود برای من تعجب خنده آوره: طالب دنیا که مرگ دنبالشه، غافلی که او بیخبره ولی دیگران از او غافل نیستند، و سوم ضاحکن لا یدری ارضی الله عنه ام سخط، کسی که دنبال خوشیه اما نمیدونه خدا از او راضیه یا نه. خوشی خوبه، اما خوشیه که توش رضایت خدا باشه. بعضیا گناه رو زمینه خوشی میدانن. اسلام با خوشی و مزاح مخالف نیست، اما خوشیه که توش معصیت نباشه. بعد فرمودن سه چیزم من گریه منو در میاره، ابکتنی: یک، فراق الاحبه، جدا شدن از دوستان. سلمان منظورش از دوستان پیامبره، خودش فرمود محمد صلی الله علیه و آله. منظورم پیامبر و اصحاب پیامبره. دومین چیزی که گریه منو در میاره هول المطلع، ترس از قیامت، چجوری به این صحنه محشر بیام. و سوم الوقوف بین یدی الله، اینی که باید در مقابل خدا بیستم، پاسخ بدم به اعمالم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، خوب این بحث رو امشب دقت کنید. غفلت دشمنه، غفلت بیماری بزرگی است. غفلت موجب میشه عمر ما هدر بره، استعداد ما هدر بره، فرصتهای ما بسوزه. یه وقت به خودمون بیایم جوانی نیست، عمر نیست، توان نیست، حافظه نیست، نه قرآنی خواندم، نه قرآنی حفظ کردم. من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، ما اگر یه گناه بکنیم یه گناه پامون می نویسن، اما اگر یه ثواب انجام بدیم 10 برابر می نویسن. امام سجاد فرمود وای به کسی که یکانهاش از دهگانهاش بیشتر باشه، یکیاش از دهتاییاش بیشتر باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه امروز پرونده منو بیارن، یکیا منظور گناهه، تعدادش از دهتایی ها. چون من اگر 10 تا کار خوب کرده باشم می نویسن 100، 10 تا کار بد کرده باشم می نویسن 10. حالا اگر یه پرونده ی روز قیامت این یکیاش از اون دعتاییاش بیشتر بود، وای برو، ویلون. فرمود ویلون، وای بر کسی که اون یکیهاش یعنی معاصیش بیشتر از دهتاهاش باشه. خب حالا یه سوال، اینو جواب بدم و دیگه مراسم احیا رو برگزار کن. چه کنیم این غفلت از بین بره؟ آقا غفلت مرض، درده، میدونیم. اصلا امیر المومنین تو نهج البلاغه یه خطبه داره در مورد غفلت، من آدرس میدم ببینید، خطبه 175 نهج البلاغه، یه خطبه داره راجع به غفلت. فی ذم الغافلین، درسته غفلت بیخبریه، بیتوجهیه، چطور میشه این رو از بین برد؟ من 5-6 تا راهش رو خدمت شما عرض میکنم و دعاتون میکنم. 1، زادو القفلت بالیقظه. قفلت یعنی بیخبری، بیخبری رو با بیداری، یقظه یعنی بیداری. همین جلسات، همین موعظه ها، انسان گاهی موعظه ای بیاد، یه مجلسی بره، با یه عالمی حرف بزنه، یه حدیثی مطالعه کنه، بیدار میکنه انسان رو. راننده که تو جاده بیخبره، خوابش گرفته، جاهل نیست، پایه یکه، فراموشم نکرده، جاده رو درست داره میگه، ولی یا تو موبایل یا خوابش میگیره. چجوری بیدارش میکنن؟ یه آب به صورتش میزنن، یه دست رو شانش میزنن.
آدم غافل رو باید تلنگر بگذد. تلنگر، این تلنگره مهمه. این تلنگر، یه وقتی آقای آمد پیش رسول خدا به نام قیس، با یه گروهی آمدن. اینا بیابانگرد بودن، یعنی تو بیابان زندگی میکردن. سلام کرد و گفت یا رسول الله، ما تو شهر نیستیم که هر روز بیایم خدمت شما، ما نمیتونیم بیایم. امروز توفیقی شده اومدیم خدمت شما، یه موعظه‌ای به ما بکنید که بیا تا آخر عمر به درد ما بخوره. خب بعضی اوقات آقایون یک کلمه برای نجات آدم بس، یک کلمه بعضیا رو بیدار میکنه، یک کلمه بعضیا رو عاقبت به خیر میکنه. بله، گفت آقا یه چیزی بفرمایید که ما دیگه همیشه این تو ذهنمون باشه، چون ما مثل سلمان و ابوذر نیستیم که هر روز بیایم تو مسجد با سخنرانی شما بنشینیم. پیغمبر خدا یه نصیحتی بهش کرد، چند سطره، من دو سه کلمهشو میگم، تو فضای مجازی هم یه تیکشو بزنید میاد. فرمود یا قیس، آقای قیس که از من نصیحت خواستی، بدان انما العز ذلا، هر فرازی نشیبی داره، هر سربالایی سرپایینی داره، و انما الحیات موتا، بعد از این زندگی مرگ، تردید نکن. با عزت ذلت، با حیات مرگ، با سلامت بیماری. آقای قیس بدان همه ما تو قبر میریم. شاید یکی مثلا خدا رو قبول نداشته باشه، ما تا حالا کسی نداشتیم مرگ رو قبول نداشته باشه. حتی فرعون هم که ادعا خدایی میکرد دستور داده بود براش قبر درست کنه. آقای قیس، تو قبر آدم رفیق میخواد، لابد لک من قرین، یه کسی باید همراه تو باشه. این همراه یا تو رو ارزش بد میده یا بی ارزش میکنه، یا اکرمک یا اهانک. خب اون قرین چیه آقایون؟ اون همراه چیه؟ یه عمل خوب پسندیده آدم با خودش تو قبر ببره، ترسی نداره، نگرانی نداره. همینو شنید و رفت. در خانه اگر کس از یک عرف بس است. آقاه اومده بود تو مسجد، مسلمان شد. پیغمبر خدا وقتی ایشون مسلمان شد به یه آقایی فرمود یه کمی قرآن به این یاد بده، حالا تازه مسلمان شده، یه خود قرآن بهش یاد. اون آقام بردش گوشه مسجد و گفت بشین، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره زلزال رو شروع کرد یادش بده. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، تا رسید به این آیه، فمن یعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. گفت کافیه. گفت چی کافیه بابا؟ صبر کن، یه روز حداقل سر کلاس بشین، من برات حرف بزن. گفت آقا کافیه. بلند شد شاگرد از کلاس، بلند شد آمد پیش پیغمبر، گفت آقا اینی که ایشون به من یاد داد چیه؟ حضرت همون قرآنه. گفت یعنی کلام خداست؟ بله، قرآن کلام من نیست، کلام خداست. یا رسول الله، یعنی اینقدر دقیقه؟ یه ذره کار خیر آدم میبینه، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. یه ذره هم کار شر رو میبینه؟ گفت بله. گفت حسبی، همین منو بس، خدا حافظ شما، من میرم به همین یه آیه عمل میکنم. با یک آیه غفلتش زدوده شد. غفلت با چی از بین میره؟ با یقظه، با بیداری. حالا این بیداری ممکنه موعظه باشه، ممکنه قرائت قرآن باشه، ممکنه یاد مرگ باشه. این یک. ذکر الموت یقطع منابت الغفله، یاد مرگم غفلت رو از بین میبره. بله، چرا ائمه ما گاهی کنار قبرستان میآمدن موعظه میکردن؟ امیرالمومنین گاهی اصحابشو میبرد کنار قبرستان، امام کاظم گاهی میومدن کنار قبر. یاد مرگ بازدارنده نیست، سازنده است. ما امروز تو جامعه خب با یه ناهنجاری های مواجهیم، هممونم توش ماندیم، گیر کردیم، یعنی نمیدونیم با چه روشی باید برخورد کرد. آقا روزه‌خواری،
بدحجابی، کم فروشی، بی نمازی. بالاخره شمایی که اینجا نشستید بهتر از من میدونید ما تو جامعه الان با یه ناهنجاری هایی مواجهیم و نمیدونیم هم آقا با چه روشی میشه این خانم رو به حجاب، این آقا رو به درست فروشی، این جوان رو به نماز. یکیش همینه که چهره به چهره صحبت بشه، تذکر داده بشه. بگیر و ببند فایده نداره، تندی و برخورد فایده نداره، قانع بشه، اقناع بشه. شما نگاه کنید افرادی مثل هشام ابن حکم که از شاگردان ویژه امام صادقن، اینا اولش انحراف داشتن. هشام یک جوان منحرفه، انحراف عقیدتی داشته، با امام صادق نشسته تغییر کرده، عوض شده. غفلت یک راه برخوردش همینه. باز در روایت داریم به دوام ذکر الله تنجاب القفله، یاد خدا. اگر انسان زیاد یاد خدا باشه، خود نمازهای پنجگانه تذکره، تغییر در انسان. خود نماز، آقا ما چرا انقدر نماز تأکید میکنیم؟ چرا یه وقت کسی از امام صادق یه سوالی کرد، حالا دیگه بگم تو این جمع شما همه نمازخوانید، ولی یه وقت بعضی عزیزان بی توجهی میکنن، غفلت میکنن، گفت آقا چرا شما میگید تارک نماز کافره؟ ببخشید، و طرف مرتکب فحشا میشه. شما شنیدید بگن مثلا کسی که فحشا مرتکب میشه کافره؟ مثلا مرتکب فحشا شده، دامنش آلوده شده، کار خیلی زشتیه، شراب خورده، چرا میگید تارک نماز کافره؟ نمیگید شارب خمر؟ نمیگید کسی که دامنش آلوده شده؟ آقا فرمودن که اونها، ببینید نمیخوام این گناه ها رو پایین بیارم، خیلی گناه های زشتیه، ولی کسی که آلوده به یک گناه اخلاقی شده، مثلا شهوت باعث شده، فضای جامعه عده‌ای رعایت نکردن این تحریک شده، یا دیگران رو به گناه کشیدن، رفیق بد او رو شرب خمر کرده، بالاخره به شرب خمر دعوت کرده، یه رفیقی، یه شهوتی، یه نفسی، یه چیزی باعث شده این گناه رو انجام بده، خب خیلی هم زشته، عذاب هم داره، اما نگفتن کافره. فرمود تارک نماز رو برای این ما میگیم کافره، که این داره خدا رو خفیف میشمره، داره حق خدا رو، خود عذری نداره. تو 24 ساعت 15 دقیقه میخوای وایسی نماز بخونی، چی باعث شده نخونی؟ به چه دلیلی؟ آخه چه عذری؟ جز تنبلی، جز اینه که البته تارکی که عرض میکنم، نه اینایی که کاهل نمازن ها، نه، کسی که یعنی انکار میکنه، میگه نمیخوام بخونم. این تارک به منزله کافر چرا خوانده شده؟ چون به عبارت دیگر در مقابل خدا داره قد علم میکنه، من نمیخونم، من وای نمیستم، من سجده نمیرم. این کاریه که باعث میشه انسان رو به این مرز بکشه. لذا خود نماز، اصلا استمرار نماز برای همینه، ولی خدا میگفت جمع کنید یک شب در سال مثل حج، یه بار در عمرتون برید کافیه. چرا میگه پنج بار؟ چرا مرتب؟ برای اینکه یک توجهی، یک انتباهی، یک غفلت زدائی از انسان صورت بگیره. اینا نکاتیست. مطالعه تاریخ غفلت رو از بین میبره. من عرف الان من عرف الایام، کسی که روزها رو بشناسه، تاریخ رو بشناسه، مطالعه کنه چی به سر ظالم اومد مثل شمر و یزید و دیگران، چه به سر آدمای عرض میکنم گناهکار اومد، چه به سر آدمای فاسق اومد، قوم لوط چی شد، قوم فرعون چی شد، عین الفرائنه کجا رفتن. تاریخ غفلت زداست، قرائت قرآن غفلت زداست، استمرار بر نماز غفلت زداست، موعظه، الموعظه تو ثقال النفوس. چرا انقدر ائمه ما موعظه؟ چرا انقدر تو قرآن موعظه است؟ چرا گاهی اینقدر تکرار تو قرآنه؟ 31 مرتبه فبه ای آلاء ربکما تکذبان. همه بحث من امشب همین، که در میان بیماری هایی که همش هم خطرناکه، کفر و فسق و نفاق و جهل و نسیان و
زلالت و اینا کلمات منفی تو قرآن دیگه، اما یکی از اون ریشه‌ای ترینش غفلت. غفلت یعنی بیخبری. مثل صیدی که شما یه مرغی ببینید یا یه آهوی توجه به صیاد نداره و تیر میخوره. آدم غافل صیدیه که توجه به صیاد نداره، شیطان او رو میزنه، نفس او رو میزنه، رفیق بد او رو میزنه. لذا من به شما عرض کنم، قرآن میفرماید یه زمانی غفلت همه از بین میره. همه، هر چی غافل داریم یک زمانی غفلتشون از بین میره، ولی به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. آیهشو بخونم، لقد کنت فی غفلت من هذا. وقتی دادگاه قیامت برگزار بشه، شما در غفلت بودی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یه بار دیگه میخونم، لقد کنت فی غفلت. بله اونجا دیگه فایده ای نداره، فرعون هم تو رود نیل که داشت غرق میشد غفلتش از بین رفت، گفت اشتباه کرده، اما دیگه اثری نداشت. مواظب باشید، این شبها فرصتی است برای غفلت زدایی. چرا به ما گفتن به کیا الله بگو، به علی، به فاطمه بگو، خدا رو به قرآن قسم بده؟ چرا شما هزار اسم خدا رو تو این دعای جوشن بردید، هی تکرار میکنی یا شافی یا وافی یا حسیب یا رفیق؟ چرا اینقدر؟ برای این که این توجه داده بشه که ما عبدیم، ما بنده خداییم، ما عزتمون وابسته به تو عز و من تشاء. خدای تبارک و تعالی بنده هاشو دوست داره، دلش میخواد اینها در مسیر باشن. لذا میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ما با شما تعهد نکردیم الله تعبد الشیطان، نرید دنبال شیطان، نرید، انه عدو مبین، دشمنه. و انه عبدونی، اگر کسی عبد خدا شد عزیز عالمه، اگر کسی خدا از خدا ترسید همه از او خوف خواهند داشت، اگر کسی خوف خدا داشت از هیچ کس نمی ترسه، عزت میده، عظمت میده، ابهت میده. انشاءالله خداوند به هممون این عزت رو عنایت کنه و از خدا بخواهیم غفلت از زندگیمون دور بشه و توجه داشته باشیم. آقایان، خواهران، فرصت عمر میره، فرصت جوانی میره، حافظه از دست میره، تا زنده اید کاری برای خودتون بکنید. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، گاهی سر درس توقف میکرد، شاگردا فکر میکردن آقا فراموش کرده، تأملی میکرد، رو میکرد به شاگرداش، میفرمود ما آخرت در پیش داریم، ابدیت در پیش داریم. آقایون، چقدر آدم تو این حرم احیا گرفت و آمد و رفت، چقدر اینجا نماز جماعت، چقدر علما، مراجع، چه شخصیت هایی رو ما اینجا دیدیم، آیت الله العظمای مرعشی، آیت الله العظمای گلپایگانی، بزرگان، شخصیت ها، چقدر قبراشون الان اینجاست. ما سالهایی میگذره که مطمئن باشید هیچ کدوم از ما هم نیستیم. والآخرتو خیرون و ابقا، خوب زندگی کنید اما بندگی کنید. همه ی حرفای من دو تا کلمه، تمام، دو تا کلمه، زندگی، بندگی، همین. نمیگیم زندگی نکن، بخور، بگرد، مسافرت برو، تفریح کن، اما بندگی، نه زندگی و بردگی. همه ی حرفای من همین دو سه کلمه، زندگی و بندگی، نه زندگی و بردگی. اگر انسان زندگی کرد و بندگی، او وقت هم دنیا داره هم آخرت. اگر زندگی کرد و بردگی، شد برده شیطان، شد برده نفس، شد برده گناه، نه دنیا داره نه آخرت، هر دو رو نداره. زندگی کنیم و بندگی، نه زندگی و بردگی. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب.
شب 19 ماه مبارک رمضان. چه برکتی خدا به این شبا داده. آدم سالم باشه، هیچیش نباشه، یه عمر خوب عالی انجام بده، 80 و چند سال دیگه، بیش از 80 خورده ای آدم سرپا نیست. خب امشب احیاش 80 خورده ای سال عبادته. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. 1000 ماه خیلیه، 1000 ماه. شما اگر ما 80 خورده ای سال عمر کنیم، مقدارش تکلیف نیستیم، مقدارش حافظمون از دست رفته، مقدارش دیگه پیر شدیم به جا افتادیم، اما 1000 ماه مفید. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. خداوند در امشب قرار داده شب استغفار، شب گفتگو، شب دعا، شب ارتباط با خدای تبارک و تعالی و شب ضربت خوردن امیر المومنین علیه السلام. دلها رو روانه کنیم کوفه. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المومنین، السلام علی یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. آقایون امشب شب مصیبت امیر المومنین نیست. کسی فکر نکنه شب 19 هم شب مصیبت علیست. امشب شب شادی امیر المومنین. اونقدر امشب خوشحال بود. خطبه 156 نهج البلاغه رو ببینید. خودش به پیغمبر فرمود. پیغمبر پرسید علی جان اگه شهید بشی چی میشه؟ گفت آقا هم شکر میکنم هم خوشحالم. ولیکن من مواطن البشرا و شکر. فکر نکنید امشب شب مصیبته. امشب شب فوزه. همچی که فرق شکافت، فزت و رب الکعبه، لذت برد از شهاد. بابا گریه میکرد، التماس میکرد، مرتب از امیر پیغمبر سوال میکرد من کی شهید میشم. امشب این نگاه به آسمان میکرد، میگفت هیه، میفرمود هیه هیه، امشب همون شبه. وعدنی حبیبی. تصور نشود علی امشب شب مصیبتشه، نه، امشب شب فوزشه، شب رسیدن به آرزوشه، شب شادی و شکرشه. مصیبت علی رو اگه میخواید بخوانید، برید اونجایی که سر پیغمبر رو سینش بود و داشت حرفای پیغمبر رو گوش میداد، کارای پیغمبر رو انجام میداد، حقش رو غصب کردند. مصیبت امیر المومنین اونجاییست که بین در و دیوار حضرت زهرا رو قرار دادند و او تو خانه بود و نمیتونست کاری انجام بده. مصیبت علی اونجایی بود که تو دل شب سر به دیوار گذاشت، دست به بازوی متورم زهرا گذاشت. کی گفته امشب شب مصیبت علیست؟ امشب شب راحتی امیرالمومنینه. مصیبت امیرالمومنین اونجایی بود که اون شب فاطمه‌شو میان قبر گذاشت. مصیبت علی اونجایی بود که نمیتونست روز کنار قبر زهرا بیاد، نتونست یه تشییع رسمی برای فاطمه بگیره، نتونست برای قبرش یه نشان بگذاره. این مصیبت بود که قبر فاطمه‌ش نشان نداشت، بدن فاطمه‌ش تشییع رسمی نشد. مصیبت فاطمه زهرا حضرت علی علیه السلام اونجایی بود که با دست خودش لحد بر بدن فاطمه گذاشت. اینا مصیبت علی است. نه، مصیبت امیر المومنین اینه 25 سال تو کوچه های مدینه قاتل فاطمه رو دید و سکوت کرد. میدید کیا جای او نشستن، جایی که جای اوست، جای امیر المومنینه. پیغمبر به او وعده داده من کنت مولا فعلی مولا. اینا مصیبته، باید سر تو چاه کنه، با چاه سخن بگه. مصیبت علی اون زمانیه که خبر شهادت مالک رو آوردن، عمارش رو از دست داد، صدا میزد این عمار، این خزیمه، این ذو الشهادتین، کجا رفتید؟ علی رو تنها گذاشتید. امشب شب آرامش امیر المومنینه. علی این همه شجاعت تو جنگ ها داشته، فزت و رب الکعبه نگفته، اما امشب صدا زد فزت و رب الکعبه، من به رستگار شدم. ما
مصیبت علی مظلومیتشه. مصیبت علی اینه تو روش به اون ناسزا میگفتن. مصیبت علی اون یارانش رو تو صفین و جمل به شهادت رسوندن. امیر المومنین امشب در محراب فائز شد، فزت و رب الکعبه. یا امیر المومنین، یا ابوالحسن، یک شمشیر امشب فرق شما رو شکافت و میان محراب افتادی. اما وقتی افتاد میدونید چی شد؟ بچه هاش دویدن، مردم دویدن، قاتلم گرفتن، دستاشو بستن، آوردن جلوی امیر المومنین. شما یه ضربت خوردی، تو محراب افتادی، قاتل دست بسته، مردمم دور محراب گریه میکردن، بچه هات عشق میریختن. اما کربلا هم ابی عبدالله ضربتی خورد و تو قتلگاه افتاد. اونجا قاتل رو سینه نشسته بود، دست بسته نبود. شب زیارتی ابی عبدالله است، اونجا قاتل شمشیر به دست داشت، اونجا دور تا دور قتلگاه خولی بود، سنان بود، شمشیر به دست و نیزه دار بود. آقا جان شما رو زیر بغلاتو گرفتن، آوردن گریه کنان منزل، اما بدن ابی عبدالله رو تو قتلگاه هر که هر چه داشت زد. جلو چشم زینب نقل شده، زبان حال یا قال نمیدانم، نقل شده فرمود بذارید با پای خودم تو خانه برم، زینبم منو نبینه. اما کربلا جلو چشم زینب سر بالای نیزه کردند، جلو چشم دختر و خواهر و مادر اسب بدن دوانیدند. یا امیر المومنین، شما یک علی هستی تو کوفه، گفتی تشنمه شیر آوردند، اما یه علی شش ماهه تشنه بود تو کربلا، تیر سه شعبه زدند، تیر سه شعبه زدند. کربلا کجا و کوفه کجا؟ حالا هر کجا نشستید، شب شب ضربت خوردن امیر المومنین و شب زیارتی قبر امام حسین، سه مرتبه یا حسین. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. این دعا رو گفتن، دعای جامع دنیا و آخرت و برای برآمدن حاجات خیلی مؤثره. مرحوم هاشم عباس قمی هم تو مفاتیح آورده، با هم میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح ولم یهتک الستر عنی، یا کریم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفره و یا باسط الیدین بالرحمه یا صاحب کل نجوا و یا منتها کل شکوا یا کریم الصف یا عظیم المن یا مبتدع کل نعمت قبل استحقاقها یا رباه یا سیداه یا رباه یا مولیاه یا غایتاه. صل علی محمد و آل محمد و اسألک ان لا تجعلنی فی النار. الهی الاف 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 الهی الاف الاف. من کیم عبد گناهکار،
الهی العف، شما الهی العف شما من زمزمه کنید. من کیم عبد گناهکار، الهی العف. من کیم بنده سربار، الهی علف. منم آن کس که نمک خورد و نمکدان بشکست، نه که یک مرتبه بسیار، الهی علف. من زمین خورده ام و آمده ام توبه کنم. خدایا شب 19 نمیدونیم دیگه زنده باشیم یا نه. من زمین خورده اما آمدم توبه کنم، با چنین وضع اسفبار، الهی علف. چیزی از سوختن من که نصیبت نشود، ما ها کز از زن و بک ولا اخبرنا به فضل که انگ. چیزی از سوختن من که نصیبت نشود، پس نجاتم بده از نار، الهی علف. مهربانی کن و زبان حال هممون امشب، مهربانی کن و این بار مرا نیز ببخش. ذوالکرم حضرت غفار، الهی العف. زیر چتر کرمت آمده ام رب کریم، نیمه شب حرم حضرت معصومه است. زیر چتر کرمت آمده ام رب کریم، با علی حیدر کرار، الهی العف 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 العف. یا غیاث المستغیثین، یا غیاث گرفتارا بگن، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم. حالا این دستا رو بیارید بالا، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. 10 مرتبه یا الله 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 یا الله. ای قرآن ها رو مقابل صورت ها باز کنید. خدا شرمنده ایم. سالای قبلم گفتم معنای این قرآن باز کردن شاید اینه، یعنی ما به قرآن پناه آوردیم. کتاب شفاست، کتاب رحمت. اللهم انی اسعلک به کتاب کل منزل و ما فیه و فیه اسم کل اکبر و اسماء کل حسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار.
همینطور که قرآن مقابل صورتتونه حاجاتتون رو مد نظر بگیری، مخصوصا مسلمانای غزه، ظهور امام زمان، شفای بیمار. این قرآن ها رو بر سر بگذارید، بریم زیر سایه قرآن. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق کل مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك ده مرتبه بك يا الله 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 جل جلاله وعظم شأنه بأسماء حسنايت قسمت ميدم الصائم رو ببخش و بیامرز. خدا رو به پیامبرش قسم میدیم ده مرتبه به محمد 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 صلی الله علیه و آله. به آبروی پیامبر قسمت میدیم اسلام، مسلمین، مخصوصا مسلمانان مظلوم فلسطین یاری بفرما. به امیر المؤمنین امشب قسم میدیم ده مرتبه به علی 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 علیه السلام. به فرق شکافته امیر المؤمنین قسمت میدیم دنیا و آخرت حشر و نشر ما رو با علی و اولادش قرار بده. به فاطمتا 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 به فاطمه علیها السلام. به عفت و به تقوای زهرای مرضیه قسمت میدم بیهجابی و فساد رو از میان جامعه ما، طلاق و اعتیاد و کمفروشی و تورم و گرانی رو از میان جامعه ما ریشه‌کن بگردان. بالحسن 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 علیه السلام. به حسن خلق امام مجتبی، حسن خلق و حسن رفتار و حسن عاقبت به هممون عنایت بفرما. بالحسین 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 بالحسین
بل حسین، بل حسین، بل حسین، بل حسین علیه السلام. به پیکر غرق خون ابی عبدالله قسمت میدم دنیا زیارت و آخرت شفاعتش به ما نصیب. بفرما به علی ابن الحسین، 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 به علی ابن الحسین علیهم السلام. به سید الساجدین قسمت میدم همه بیماران، جانبازان، مجروحان، بیماران بستری در بیمارستان شفای عاجل عنایت. بفرما به محمد ابن علیین، 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 به محمد ابن علی علیهم السلام. به باقر العلوم قسمت میدم علم و دانش و فهم، درک به همه ما عنایت. بفرما به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد علیهم السلام. به آبروی امام صادق رئیس مذهب قسمت میدم علما، مراجع، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، اساتید، خاصه رهبر عظیم و شأنمون سلامت و عزت عنایت. بفرما به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر علیهم السلام. به آبروی امام کاظم قسمت میدم همه ما رو از نفس و زندان شهوت و هوای نفس رهایی عنایت. بفرما زندانیان بیگناه در سراسر عالم رهایی عنایت. بفرما خدا رو به امام رضا قسم میدیم در کنار حرم خواهرش 10 مرتبه به علی ابن موسی، 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 به علی ابن موسی علیهم السلام. به آبروی امام رضا تمامیت ارضی ما، امنیت ما، استقلال ما، این کشور امام زمان، ولایت ما، دین ما، جوانان ما رو در پناه امام رضا و اهل بیت از خطرات محفوظ بدار. به محمد ابن علیین، به محمد ابن علیین، به محمد ابن علیین،
به محمد ابن علیان، 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 به محمد ابن علی علیهم السلام. به جوانی امام جواد قسمت میدم، جوانامون، بچه هامون، اولادمون، نسلمون، خدایا مؤمن متدین اهل نماز قرار بده. به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد علیهم السلام. به آبروی امام علی الهادی قسمت میدم، تقوا و هدایت و دینداری در جامعه ما مسلمانان قرار بده. بلحسن ابن علیان، 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 بلحسن ابن علی علیهم السلام. به آبروی امام عسکری قسمت میدم، به شجاعت امام عسکری پدر امام زمان قسمت میدم، دولت‌های قاسب، خائن، اسرائیل قاسب، حامیانشون، کسایی که سلاح میفرستن، خدایا شرشون رو به خودشون برگردان. خدا رو به امام زمان قسم میدیم ده مرتبه، بالحجت، 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 بالحجه اجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا این قرآن ها رو روی دست بگیرید، امام زمان رو این لحظات آخر صدا بزنیم، یبنال، 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 یا ابن حسن، یا ابن سیدی بازا که پیغمبر صدایت میزند. امام زمان امشب کجا قرآن به سر گرفتی؟ سیدی بازا که پیغمبر صدایت میزند، مادرت صدیقه اطهر صدایت میزند، بازوی مجروح زهرا، چشم گریان حسن، دست‌های بسته حیدر صدایت می‌زند. 14 قرن است که از قلب مزاری گم شده، امام زمان پهلوی بشکسته مادر